سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام همینجا کوکتل تی وی و امروز اومدیم با یه اخبار رپی جدید و می‌خوایم بررسی کنیم اخبار یک هفته گذشته رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی اگه جدید هستین یادتون باشه حتما کانال سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از ماست. و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید. البته دلیل منطقی. مثل همیشه صحبت دیگه باقی نمیمونه، ببینیم که ما هم اخبار رپی رو داشته باشیم. از این به بعد یه بخش جدید تو اخبار رپیا داریم به اسم آهنگ‌های هفته. حالا داستانش چیه؟ تو هر اخبار، یعنی هر هفته دو تا آهنگ ما معرفی می‌کنیم از آهنگ‌هایی که حالا میتونه از روش خیلی وقت گذشته شده باشه، حالا یا برای خاطره بازی یا برای معرفی، چون آهنگ‌های خفنی هستن و کمتر شنیده شدن. حالا چرا دو تا انتخاب کردیم؟ چون تو ایران همونجور که میدونید حالا دو دستگی مینستریم و حالا آندرگراند خیلی استفاده میشه و دربارش حرف زده میشه. به همین علت هم ما دو تا آهنگ انتخاب کردیم، یکی از بچه‌هایی که به اصطلاح مینستریم نامیده میشن و کسایی که آندرگراند نامیده میشن، و دو تا از آهنگای خفنی که خودم هم خیلی دوست دارم و جا داره که دوباره شنیده شه یا باش خاطره بازی کنیم و میذارم. ندا سرمست توضیحاتی رو توی اینستاگرام خودش منتشر کرد در رابطه با همکاری رضا پیشرو، یاس و تکنایم. به نظر میومد خیلی از مخاطبا فکر میکردن که این ترک کنسل شده و پیام‌هایی رو بهش میدادن، اما تو این توضیحات اعلام کرد که نه، این ترک کنسل نشده و در انتظار تموم شدن تکس تکنایم هستیم. سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشین. چند روزیه که میخواستم براتون لایو بذارم ولی راستش حالم خوب نبود، آلرژی خیلی شدیدی گرفته بودم و اصلا اوکی نبودم و گفتم حالا قبل از اینکه حالا بخوام یه لایو بذارم یه خبر کوتاهی بذارم براتون، یه آپدیت بدم که سوالایی که میپرسین، این پروژه کنسل نشده، همه چی اوکی هستش و اینکه الان دیگه پروژه تو دست تک هستش، منتظرم که اون دیگه لیریکشو بنویسه و برام بفرسته. کارهای لیریکای یاس و رضا پیشرو تموم شده، خیلی هم باحالن. یکم برام سخت بود، خیلی سخت بود از لحاظ ترجمه انگلیسی که بتونم به تک نشون بدم که حالا در مورد چی نوشتن، ولی دیگه الان تو دست اونه، در روش کار میکنه. منتظرم که هر وقت اوکی شد خبرشو به من برسونه، منم اون موقع برای شما فورورد میکنم. خلاصه که میدونم طول کشید و خود منم واقعا دوست داشتم که زودتر از این پروژه بتونم پخش کنم، ولی خب واقعا پروژه سختیه چون سه نفر کشورهای مختلف، زبونهای مختلف، فکرهای مختلف بنویسن و دوباره به هم دیگه نشون بدن و ادیت بشه، ری ادیت بشه، ترجمه بشه. بنابراین از اون چیزی که فکر میکردم سخت‌تره، ولی امیدوارم که وقتی که پخش بشه همتون راضی باشین. چیزی که من تا حالا شنیدم واقعا عالی بوده. نه نمیتونم براتون بفرستم هنوز، بنابراین یکم صبر کنین، به زودی خبرهای جدید. هر وقتم تونستم دوباره یه لایوی کوچیکی بذارم حتما اینجا خبر میدم. مرسی که هستین، فعلا خدافظ. خب دیگه در انتهای کرونا هستیم، خیلی از کشورها واکسن زدن و بقیه دارن میزنن و کنسرت ها قراره به زودی شروع بشه. اولین نفر هم سوگند با انتشار یک تیزر خبر از کنسرت جدیدش در استانبول ترکیه داد که به نظر میاد 25 تیر ماه برگزار میشه. در رابطه با داستان کنسرت ها که داره شروع میشه، آرتا هم با این عکس خبر از این داد که به زودی میبینمتون، که خب خبر از کنسرت جدیدشون میده که به زودی اعلام میشه. و همچنین سیجل هم در پرسش و پاسخ که با هواداراش داشت، در جواب یکی از هواداری که پرسیده بود کنسرتی که میخواین بذارین کجاست، اعلام کرد که به زودی میگیم، که خب اینم خبر از کنسرت جدید اعضای زد بازی میده. و همونطور که خیلی هاتون میدونید، ایراز جی جی خبر از آلبوم تکی جدیدش داده به اسم آماده وست که قراره به زودی پخش بشه. اولین سینگل ترکش هم معرفی کرده به اسم بنگ بنگ به همراهی یسنا. توی استوری جدیدی که داشت خبر از تاریخ پخشش داد که نوشته بود دوشنبه، که به نظر میاد همین دوشنبه یعنی دو روز آینده باشه. کچی بیت با وایس توی کانال تلگرامش توضیحاتی رو در رابطه با آلبوم مشترکش با پوریا پوتک داد. طبق گفته خشیار فعلا تاریخ دقیقی برای پخش آلبوم وجود نداره، اما دارن روی آلبوم کار میکنن و به گفته اون آلبوم خیلی خوبی شده. مسئله اول آلبوم پوتکه که از من پرسیده بودید که کی میرسه، چیکار دارید میکنید، نمیدونم مثلا برنامه‌اش چیه، چجوریه.
همونطور که پوریا هم توی چند تا لایواش گفت، هنوز برنامه مشخصی برای ریلیز این آلبوم وجود نداره، اما پروژه هاش داره میره جلو و اینکه خیلی هم داره خوب میشه و فکر میکنم که خیلی خوشتون بیاد. طرفداری پوتک مطمئنم که خیلی حال میکنید و اونجاست که میای میگی داشت خشی دمت گرم، ما این هم اومدیم به شما بد و بیرا گفتیم، آخرش شما یه آلبوم زدیم و عشق کردیم. این از این. پس این از سوالی که راجع به آلبوم پوتک پرسیده بودید. عرفان استوری رو منتشر کرد که به نظر میاد خبر از موزیک ویدیو ریمیکس اگه یه روز میده به همراهی دنی اسدی و فرامرز اصلانی. لیتو استوریای رو به اشتراک گذاشت، اول از میکروفونش و دوم یک توضیح داشت میداد در رابطه با اینکه داره میره برای عکاسی و فیلم برداری که به نظر میاد خبر از آهنگ جدیدش و پروژه تصویری جدیدش میده. پدی یه سوال داشتم، آماده دانس هستی یا چی؟ اون دوربین آماده است که بریم بره عکاسی و فیلم برداری و کارهای خفن. علی اردوان استوری رو به اشتراک گذاشت به این شکل و اونتون نوشت خداییش امسال هیتر از حلال السون بود، و بعدم نوشت قراره یکی هیترش بیاد که خبر از موزیک جدیدش میده. بدران پلاس هم با یه استوری خبر از سومین همکاری بین المللیش داد. درکه زود تموم شد و داشتیم از میلاد اس به همراهی سهراب ام جی. میگفتم بهت نمیشد بشه، این اخلاقم هم که نمیخورد بهت، بین ما دیگه خیلی مشکله، الان هرچی به جزیم بگی چرا. آره داشتیم با هم روزای باحال ولی واسه هم دیگه دوستای ناباب. ترک دلار پنجره داشتیم از اپیکور. بده یه ذره گوش به این زمین ذره موش، دیگه بس بوش سر بالا حقیقت کوش، به این کله پوک راه بدین رفته زره شوش، بهش دوتا چک بزن بذار بیا سر هوش، یه رو تو کشیده و یه رو ملاس، یه رو فاز بنده میگیره یه رو خدا. ترک نگونه از امیر تتلو. ترک عشق ابدی رو داشتیم از حامد فرد. ببین بدون تو معطلیم، دست زدی رو نقطه ضعف من لعنتی، دست زدی حالا من واسه تو بد غریبم، یعنی نری به جا من رو هر خریلم ندی. ترک تاکسی از سالوم ام سی به همراهی عارف. جایی نمیرم من قانی به زیرم، من جایی میگیرم دست نطفی به شیرم، مسایی مسیرم هست سیکس. ترک فکر کن بشم رئیس جمهور از یاسر بینا. راستی که به خفاظ شداشتم همه روزایی که جانی به خاک رفت، سالون که نهیدیم تو ایران لاغل تو من. ترک هیشگی از علی پاشا. هیشگی مثل من قهره تو نمیدونه، هیشگی مثل من مغز تو نمیخونه، هیشگی مثل من بره تو نمیمونه، هیشگی مثل من قلب تو نمیمونه. ترک افول از میلاد هانیبال به همراهی بامداد. بنا فرتن چنه دورن لذات و لاستی خوتن، نبینی تا چرا دا برعکسن و نارستن، معنا ولا ولاتی رون تو قوتا هستی وطن، حشر و حل لاست لبین ترستن و پارستن آمدن بقبک. ترک پدرمو از تی ام بکس. آسمون تو زمین بود. اجرازنده راستی رو داشتیم از امیر خلوت، آهنگسازی بیتکوری که به نظر میاد قسمتی از آهنگ جدیدش به همین اسم باشه. انگار پام برا خودم نگیج میره سرم، نمیفهمم که زمان چطوری پیش میره، اصلا خوردم رفتم بالا قده یکی پوتن و میفهمیدم که جان. موزیک ویدیو کوتاه زخم رو داشتیم از سجدی. میگذر زندگی واسم سخت، نمیدونم چی میشه واقعا تش. مهیار ویدیویی رو شیر کرد و زیر اون نوشت سیاسفید بدون هیچ توضیح دیگه‌ای به نظر میاد خبر از موزیک جدیدش میده، شاید هم آلبوم. درک چراتو از ویناک. گفتم برای خودم باش، تو بغلم تن تو هر بار، بینمون اگه شد بس باست، اه بعد کوک شبا، اه همه صبح هوا سرد و برف و چطر.
استوری جدیدی رو داشتیم از زیرو تونی وانجی که خبر از موزیک جدیدش میده. درک نیورلند رو داشتیم از آیسم به همراهی بهزاد لیتو. تو ملو تو جاده ماشین کروک ما با حال خوب خیلی دور از حاشیه دروغ واسه جداییمون نداره نه راهی که وجود پر. پروژه تصویری خونه کجاست رو داشتیم از رخ با انگسازی سعید دهقان. ازم بپرس خونه کجاست، من سوای بوی اتاق و سوی اجاق، من سوای گم شدن تو خونه خدا. اجرای جدیدی رو داشتیم از زیرو تونه وان کید. وای وای باختایی که دادم بود سنگین، ولی حالا برگشتم با کامبک. انگزایتی مغزم سمی، ولی خب رپ کردنم از پادزر بهم کامپلمنت دادش بد بیت گفت رپ پرس. ترک میلک شیک از ری ری. میپرسم نمیگه تالا مثل من رو بیا این بارو اما بالا بزنه رو، این چند ماهی که حسابی تو گوش همه، از این به بعدم بیشتر میشنوی اسم من و از این به بعدم بیشتر میشنوی اسم. در اینکه بعضی وقتا از بهداد. بعضی وقتا خودت بیداری تا صبح نمیخوابی، کوکو الکل زیادی تو فکر تو که نیحالی، تو فکر این که چطور سقوط کردیم. اجرای جدیدی رو داشتیم از رودی به اسم جمعه. عرشی میدن حبس مثل ساندیس، چند سال و اندی میکشن چندین هزار نفر و اشاره دستی، چشامو ببندین شاید زبونم هم کندین. موزیک ویدیوی جغد شومو داشتیم از الهام از لیبل پیله. این زندگی حاصله یه عمره، از خودت کندن دادن به خورده دفکار عمومی. موزیک ویدیو 2000 رو داشتیم از چریلیک. کاپمو دوتا دیدن میمونن دوتا پیشن، خودشون سوا میرن اول کوکاین. تو آهنگ‌ها این هفته اول از همه شاعر مریض رو براتون در نظر گرفتم از جیدال که 8 سال پیش منتشر شد. تقریبا سال 2013 هیچ اطلاعی از پرودوسر کار ندارم چون اون جایی که خودش به صورت رسمی پخش کرده نوشته نشده. با هم قسمتی ازش رو میشنویم. رزوله داره مثل که بالا میره تا تهرانو ببینم رو جلبه های ویژه، همه دهن و بس دست و گوش و بازه چون رپ فارس داره میبینه یه استعداد دیگه، ولی مقایسم نکن ما این فنچایزی قیم قلابی فکر. آهنگ دوم از تشکل قدیمی چریکه که خیلی وقت فعالیتی رو نداشتن و به نظر میاد کامل منحل شدن. حالا توی توضیحاتی که سفیر داشت میگفت کار نمیکنه ولی منحل نشدن. حالا به هر حال این آهنگ آهنگ به اسم یکی مثل ما از سفیر با آهنگسازی سعید دهقان که 7 سال پیش منتشر شد سال 2014. با هم گوش میدیم. میگه مردم باید بیدارشن از خواب، بر قیمت جذاب زندگی طلا، نی حراج اما قیمتی برات، گرون تموم میشه حق باطل فاسد بدن پس چه انت. خب این بوده از اخبار رپی این هفته، امیدوارم که لذت برده باشید. صحبتی انتقادی پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها بنویسید که خونده میشه و اگه جای تغییر باشه حتما تغییر داده میشه. دمتون گرم که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بوم باشه، دور از هر گونه اتفاق بد. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.